بررسی شو را به تاریخ 8 جولای 2024 این شو با سی ام پانک آغاز میشه. سی ام پانک قبل اینکه به داستانش بپردازه اشاره‌ای به بازنشستگی جان سینا میکنه، با اینکه معلوم نیست در آینده‌اش اتفاقی میفته، اما سیگنال اینو میده که دوست داره حداقل قبل رفتنش یه بار دیگه با شرکتی بزنه. بعد میاد سر وقت درو مکینتایر ویدیوی پخش میکنن که توی پوستره مانینده بند که درو زده به سیم آخر و همین غیر حرفه عمل کردنش باعث شده که از حضور در این شو محروم بشه. پانک فکر میکنه به درو این درس رو یاده که هر عملی عواقبی داره و تا زمانی که هوا توی ریاش هست نمیذاره درو طعم قهرمانی رو بچشه. همچنین اعلام میکنه به خاطر کاری که توی مانیده من کرد $25,000 جریمه شده. درو هم دو برابر پانک جریمه شده. بعد از آدام پیرس خواهش میکنه تا تعلیق درو رو برداره و بتونه بالا پایینش رو یکی کنه. براش هم فرقی نداره، میخواد تو قالب مسابقه باشه یا تو قالب یه درگیری خارج از رینگ. به جای آدام پیرس ست رالینز وارد میشه. پانک رینگ رو ول میکنه و روی میز گزارشگران میشینه. ست از پانک دعوت میکنه که بیا توی رینگ یا میترسه که بزنه دهنشو سرویس کنه. پانک تصمیم میگیره برای اثبات اینکه از ست نمیترسه برگرده به رینگ. سی ام پانک بابت اتفاقی که توی مان این دی بنک افتاد و مسابقه ست سر کارمند سنگین وز رفت رو هوا عذرخواهی میکنه. I screwed that up and I'm sorry. اما چون پای ست وسطه عذرخواهیشو پس میگیره. این حرف باعث میشه که ست بخواد دخل پانک رو بیاره، جوری که حتی نتونه اسم درو رو به زبون بیاره و حرف خود پانک رو به خود پانک تحویل میده. هر عملی عواقبی داره. Actions have consequences. اعلام میشه که برای مین ایونت قرار مسابقه میکس تگ تیمی داشته باشیم که دامانیک آویزون آدام میشه و نمیخواد که در کنار لیو مسابقه بده، اما آدام خواسته دام رو منتقل میکنه. دامانیک اولین مسابقه شو مسابقه تک به تک بین مین ایونت جی اوسو در مقابل چد گیبل مستون برگزار میشه. توی این مسابقه ابتدا چد مومنت ها رو در اختیار میگیره، اما بعد تبلیغات ورق ور میگرده و جای پشت سر هم با جای سویساید دایو، کراس بادی، چکای مخصوص و پیوند قنبل به صورت مومنت ها رو به دست میاره و میره تا با کمک از تنابه رینگ ها رو تمام کنه، اما چد میزنه تو تنابه و انکل لاک اجرا میکنه، ولی یه دفعه خاموش میشن و حواس چد پرت میشه. جی از فرصت استفاده میکنه و اسپیر کار چد رو تمام میکنه. جی و ذکر ییت میزنه به چاک و چد رو تنها میذاره. نیکی کراس از لادود زور میکنه و چد تا به خودش میاد فلنگ رو میبنده. نیکی دوباره یه جعبه دیگه میندازه روی میز گزارشگران و میره. عالی شد، از QR کد کشیدن بیرون کردن تو نوار VHS. دومین مسابقه مسابقه بین بیگ برانسون رید در مقابل پیت دان برگزار میشه. توی این مسابقه پیت تمرکزش رو روی آسیب رسوندن به دست چپ برانسون میذاره، اما برانسون ساده با اجرای سونامی پیت دان رو شکست میده. بعد مچ برانسون یه نگاه به دستش میندازه و میره تا دوباره سونامی بزنه، ولی شیمس سر و کلش پیدا میشه و با حمله به برانسون به داده رفیق قدیمیش میرسه، ولی پیت دان با روی گشاده از شیمس استقبال نمیکنه و میره. یه بک استیج ست و دیمین رو داریم که ست میگه که چون دیمین سر حرفش موند و جاجمنده توی روند مچشون دخالت نکردن، اونم سر حرفش میمونه تا زمانی که دیمین قهرمانه چلنجش نمی کنه. ولی دیمین جلوشو میگیره و دوباره این فرصت رو برای ست مهیا میکنه تا بعد سامرسلام و گذر از گونتر بیاد و سر کنارمند با هم مسابقه بدن. ست هم خوشحال میشه و دو کشتیگی رو هم دست میدن. یعنی قرار گونتر توی سامرسلم بازنده باشه؟
خودم به شخصه هیجانی برای دیدن یه مسابقه دیگه بین ست و دیمین ندارم. امیدوارم که شاید تغییر باشیم و گونتر قهرمان جدید معرفی بشه. سگمنتی بین سمی و بران برگزار میکنن که بران همینطوری میاد توی رینگ و سمی خیره میشه. سمی میکروفون تو دستش رو میکنه تو سینه بران و بران هم میگه که دلیلی نیست تا درخواست ریمچ کنه، ولی بوم با اسپیر سمی رو سورپرایز میکنه، میفته به جونش که عوامل جلوش رو میگیرن و خارج از رینگ اسپیر دیگه به سمی فرو میشه. عوامل بالاخره بران رو دور میکنن که سر و کله ایلیا پیدا میشه و میاد بالا سر سمی زین. توی بکستج ایلیا از آدم میخواد که در مقابل بران بریکر قرارش بده. آدم هم بیچون و چرا برای همینش مسابقه رو ثبت میکنه. مسابقه سیکس من تک تیم بین ججمنت دی در مقابل آسام تروت و بران سترومن برگزار میشه. توی این مسابقه بران موفق میشه به تنهایی حریفاشو بزن و با تروت میفته دنبالشون و میزنن زیر وسط فین و کارلیتو که جیدی این وسط قصر در میره و بران میفته دنبالش. تروت به رینگ برمیگرده و با تماشاچیان کانکت میشه که دمیز به تروت هشدار میده که حواسشو جمع کنه، اما کار از کار میگذره و فین سری با اجرای شاتگان دراپکیک و کوب ده گراس آرتروت رو شکست میده و برنده اون مسابقه ججمنت دی معرفی میشن. بعد مچ بران برمیگرده به رینگ، اما ججمنت دی میزنن به چاکو. به نظر دمیز از این شرایط ناراضیه. چه خوب میشه که وقتی خواستن جان سینا رو هال اف فیم معرفی کنن، آرتروت وظیفه معرفی جان سینا رو بر عهده بگیره. بدون شک یکی از فانترین معرفی ها میشه. توی بکستیج آدم و پانک رو نشون میدن که در مورد درو دارن حرف میزنن و آدم قبول میکنه که برای هفته بعد درو توی شو حاضر باشه، اما از پانک میخواد که خونه بمونه. اگه پانک بخواد دوباره بیاد و با درو درگیر بشه، فکر مسابقه دادن رو باید از سرش بیرون کنه. پانک هم با شرایط آدم کنار میاد و میپذیره که توی شوی هفته بعد حاضر نباشه تا در آینده بتونه با درو مسابقه بده. دام و لیو رو داریم که لیو میخواد با دام روی حرکات ترکیبیشون توی مسابقه کار کنن که دام علاقه به این کار نشون نمیده، ولی لیو لنگشو میده بالا و مثلا دام رو ریلکس میکنه. بچه ها سر و کلشون پیدا میشه و لیو صحنه رو ترک میکنه. دیمین کرکوپرش ریخت و از دام شکی میشه که چرا هنوز این ماجرا رو تموم نکرده، کار شاقی که نباید انجام بده. کارلیتو دن سرویس به شلوار دام اشاره میکنه و از نظرش وضعیت دام شاق بدون الف شده. دام میگه که داره تلاشش رو میکنه و میره. بعد فین به دیمین میگه میخواستی به اون یه چیزی بگی، بگو دیگه. دیمین میگه آره ولی بذار نگم. دام خودش شخصا متوجهش میشه. نوبت به پخش نوار VHS میرسه که به طور خلاصه اعضای خانواده وایت فیس ریویل میکنن و سیک مریض بودن خودشون رو میپذیرن. بعد چد و آدام رو نشون میدن که چد براش واضحه وایت سیکس با این VHS ها دارن در مورد اون حرفی زنن و از آدام میخواد که یه کاری کنه. آدام هم چد رو به آرامش دعوت میکنه و ازش میپرسه تا حالا فکر کرده چی کار کرده که اونا دنبالشن؟ چد رو فکر نمیکنه و میخواد که یه ماه بره مسافرت و خودشو بدهکار یه معذرتخواهی جانانه از آدام و همه بچه های توی رختکن میدونه. چد میره و آدام میاد توی دفترش که بودالا سو اتاق بود. مسابقه بین ایلیا دراگانوف در مقابل بران بریکر آغاز میشه. در روند این مسابقه شاید اتفاق خاصی جز این که بران ایلیا رو به گوشه ریم میکنه و پای ایلیا زخمی میشه نمیشیم، و زمانی که میاد تا فرانکشتاین بزنه ایلیا با سیلی جلوشو میگیره و آماده کست تو کست میشه که بران جا خالی میده و ایلیا به فاک میره. بعد بران از رینگ پرتش میکنه بیرون، آماده اجرای اسپیر میشه که ایلیا با بوت مانع میشه و میره برای اجدر مسکو، ولی بران با صندلی ازش استقبال میکنه. طبیعتاً مچ با دیسکوالیفیکیشن تمام
تمومشو بران پاشو میکنه تو حلقه ایلیا که سر و کله سمی زین پیدا میشه و خارج کردن بران از رینگ ایلیا رو نجات میده. اما بران به این سادگی بی خیال نمیشه و درگیری کمکان ادامه پیدا میکنه که بران جفتشون رو پرت میکنه پشت میز گزارشگران و به این شکل این بخش تموم میشه. مسابقه سیکس وومن تک تیم بین دمیج کنترل در مقابل کیدن و کاتانا و لایرا والکیریا شکل میگیره. توی این مسابقه شاید اجرای تریپل سوپلکس فیشرمن باستر رو که گستند میشیم که به نظر شرایط اصلا به نفع دمیج کنترل پیش نمیره. زمانی که کیدن تلاش میکنه با کاور کردن داکوتاکای کار رو تموم کنه ایو با میسل دراپ کیک میره تو حلق کاتانا. لایرا سری با اسپینینگ هیل کیک ایو رو مرخص میکنه اما کایری سین با فلنگ فور آرم جوابش رو میده که کیدن با سوپر کیک کایری رو پهنری میکنه. بعد چاپ میره برای آیرش ویپ ولی داکوتاکای باعث میشه که کیدن از رینگ بیفته بیرون و به پایه رینگ میکوبونتش. شرایط با یه چشم هم زدن تغییر میکنه و کایری با یه پرشی همچین بگینگی کر و کثیف لایرا و کاتانا رو به زمین پیوند میده. فیرینگ بچه ها از کیدن با فوت استامپ و مونسالت پذیرایی میکنن و با پین کردنش پیروز میدان معرفی میشن. بعد مچ سر و کله زوی شینا و سونیا پیدا میشه و ترتیب دمیج کنترل مخصوصا ایو اسکای رو میدن. بابا جمع لزبیان های کمپانی جمعه. یه بکستیج باشون صحبت میشه که اون پشت مشتا دوباره چد رو با کرید برادرز میبینیم. اشکارته هفته بعد به نمایش گذاشته میشه و مین ایونتش رو آغاز میشه. مسابقه میکس تک تیم بین لیو مورگان و دامانیک مستریو در مقابل ری مستریو و زلینا وگا. توی این مسابقه خانوما کارو شروع میکنن که زلینا آتیشی ترتیب لیو رو میده و باعث میشه لیو تو اولین فرصت با دام تگ کنه. حالا درگیری بین پدر و پسر ادامه پیدا میکنه که ری سری بعد کوندن دام به کف رینگ با زلینا تگ میکنه و زلینا و ری و همکاری هم به دامانه ای که هریکن رانا میزنن. دام از رینگ شوت میشه بیرون و لیو میفته به جون زلینا که زلینا ترتیب لیو رو گوشه رینگ میده و برای اجرای حرکت بعدیش دورخیز میکنه ولی دام میپره وسط. ری از پشت دام زور میکنه و مثلا میزنه تو پای پسرشو. دام شیرجه میزنه تو واژن لیو. در نهایت ری مستریو میره تا به دام 619 بزنه اما دام پاهای ری رو میگیره که زلینا وگا دست به کار میشه و به شکم دام 619 میزنه. ری اسپلش رو انجام میده و کاور اما لیو و کاور رو به هم میزنه که بازم زلینا با 619 ظاهر میشه و درگیریشون رو به خارج از رینگ میکشونه. لیو هم با کوبوندن زلینا به پای رینگ از شهرش خلاص میشه. توی رینگ ری میره تا از روی تناوی رینگ روی دام حرکتی بزنه ولی لیو با صندلی حواس داور رو پرت میکنه و میکشه زیر وسط ری. ری چیز به مش پهن رینگ میشه و دام با اجرای فراگ اسپلش برای اولین بار توی کریرش میتونه پدرش رو شکست بده و پیروز میدان معرفی میشه. بعد مچ دام و لیو همو بغل میکنن. او مامی برمیگرده. لیو دوتا پا داره دوتا دیگه هم قرض میگیره و میزنه به چک. ریا میاد توی رینگ و به این شکل شوه را تموم میشه.